با سلام و درود احترام خدمت هموطنانم در جای جای ایران و دنیا. خدمت شما کلیپ دو سه مطلب توش صحبت خواهد شد، مثلا روز خواهد بود و یکی از پاسخ به یکی از سوالهایی که اکثر مردم ایران دارن، به خصوص اونهای خارج کشور هستن یا شهرشون عوض میکنند در مورد کار کردن. من بارها بارها عرض کردم، بازم تکرار میکنم، در شرایطی که در کشورهای مختلف دنیا گرانی باشد، تورم باشد، اقتصاد آزرده باشد، که الان 99% کشور دنیا همینطور هستند، اون 1% هم میگم که جای گذاشته باشه واسنش، به هیچ وجه وارد کار سرمایه گذاری نشید تحت هیچ شرایطی، چون سرمایه گذاری تو اینجور کارها یعنی خودکشی، یعنی آتش زدن به مالتون، به قول سهامدارا کوره یا پولسوزی هست. چون اگه عرضه داشتن، توان داشتن، فکر داشتن، فکر درست داشتن، اگه لیاقت داشتن، اگه فکر کشور مردمشون بودن، راه بیراهه نمیرفتن، راه بیراهه همین کردن هست، قمار نمیکردن، این ارزهای دیجیتال نمیوردن توی کار و امثال هم. همه بازی خودشون هست و آخر همه اینها هم پوچی است. اما ما کار بونا نداریم، مثلا هر کس عیسی به دین خودش مصابه دیم، ما برای جوانهای خود مصابه میکنیم که و افرادی که در کشورهای مختلف هستن و اینها شاید مدرک تحصیلیشو نخونه، شاید تخصص و خیلی مسائل دیگه. اگر شما هر جای دنیا باشید و بخواید کار کنید، کار براتون هست، انواع و اقسام کارها هست. در تمام فلاسفه و تمام حکما، وقتی که یک نفر در یه جای ورشکست میشه، بهش میگن که جا تو عوض کن، شهر تو عوض کن، از این منطقه برو. اگه دست به کاری زدی که مثلا در شأن اون موقع تو نیست، خجالت نمیکشی تا روش کنی داره برگردی، چون از صفر شروع کرد. چند تا مثلا رعایت بکنید در کشورهای مختلفی باشید، فرقی نمیکنه. اولا که در یک محل زندگی کنید، مرتب جاتون عوض نکنید وقتی شهر دیگه رفتید، جای دیگه رفتید. دو، با اکثر کسای محل خوشبش کنید. سه، همیشه با روی باز باشید، روی باز باشید. چهار، سعی نکنید خودتون مطرح بکنید. من تیکه تیکه میگم، دوستانی که الفن هستن میفهمن چی میگم. اگر کاری، هنری، چیزی بلد هستی، لوله کشی هست، برخکشی هست، نقاشی هست، هر چی هست، مطمئن باشید الان بالاترین درآمد در دنیا مال کارهای بازسازی و نوسازی و تعمیرات هست. یعنی ساختمونی رو میگیره، بازسازی و نوسازی میکنه و تحویلش میده. پرسودترین کار به نفع دو سر برد هم هست، چون هم صاحبخونه برد میکنه، توان کوبیدن از رو ساختن نداره، هم کسی این کار انجام میده. این الان کار در دنیا روتین است. اگر شما خود در خودتون توان زیادی نمیبینید، از یک کار کوچیک شروع کنید. الان شرکت زیادی این کار انجام میده، خیلی زیاد نیروی خدمات هم میخوان. و به جرئت بهتون میگم، توی تمام نیروهایی که در دنیا کار میکنن توی اینجور کارها، مبتکرتر، خلاقتر و توانمندتر و سباسلیقه‌تر از ایرانی ها بعد پاکستانی و افغانستانی ما نداریم در دنیا. نداریم. هر جا کار میکنن این دو سه گروه هستن و فکر خوبی میکنن، رنگ خوب رو میزنن، رنگ شاد رو میزنن، همه کار خلاصه میکنن و توشون هست. شما هر جای دنیا وقتی باشید این روش داشته باشید. من مثال براتون بزنم، 7-8 سال قبل بود، دو تا برقکار اومدن اینجا، یکیشون مهندس برق بود، یکیشون کارگر برقکار بود. گفتم تو در کشور خارج از کشور زندگی میکنی، مهندس برق هستی، احتمال بجا، اما باید کار بلد باشی. من این دو نفر رو در دو تا مغازه نزدیک هم در یک منطقه شهر معرفی کردم، رفتن سر کار. حقوق جفتشون اولی که شروع به کار کردن 1000 لیر بود، ما 1000 لیر حقوق بدی نبود، زندگیشون میچرخید. الان که با شما صحبت میکنم، جفتشون خوشبختانه براشون اجازه کار گرفتن، همون مغازه، اون یکی همون یکی. الان که دارم با شما صحبت میکنم، اون آقایی که کارگر برق کار بود، ماهی 12,000 لیر داره میگیره، طرف خونه هم براش داده و همه رقم کمکش میکنه. او آقای مهندس برقی که بود، الان ماهی 4,000 لیر میگیره و خونه بهش نداده و الاخر اون خود به کار شکست. یه آقای بود اینجا، جوان خیلی خوبی بود، من مثلا آینده دارم، الان تو اروپاست، دوباره کار میگشت، فهمیدم واقعا میخواد کار کنه، با اینکه پدرش و از مالش خیلی خوب بود و امثال هم. من با یه نفر دیگه فرستم، با که طریقه دوستا فرستم اینجا، یه چیزی بود، چی بهش بگم،
ماشین میشونه کار باش. گفتم اونجا رفتید هر اتفاق افتاد من زنگ بزنه یا اسمس بزن بگو. اون یکیشون که گفت که رفت رسول آقا اینجا به درد من نمیخوره گفت نمیخوایم. گفتم کجای صف؟ گفت ندارم میرم. اون دومیه اسمس داد گفتم چی شو؟ گفت نمیخوام. گفتم اشکال نداره تو بلند شو تشکر کن ازشون بگو بازم اسمون سر میزنم. اما شیشه مغازش کسی بده راستی گفت آره من نادید میگفت چون میتونم کسی بینم بود چون گفتم بو ایزه من رو تمیز کنم بعد برم من از کسی خوشم نمیاد اگه ایزه بده تمیز کنم یارم خب خوشش میاد مجاری کار کردی و شروع که تمیز کرد شیشه ها رو و خود اون مغازه یا دکان جو بشه تمیز کردن مرتب کردن جلو مغازه آشغال جمع کردن خود افتی کردن یه صد قدمی که میری صداش میگه بیا بی تو همیشه تو رسته میگه آره من تمیزی رو دوست دارم استخدامش کرد با حقوق خیلی بالا سو ناشم شد جای خوابم اشتاد. این به این توان ما باید اینجوری نشون داده بشه باید ما خودمون اینجوری مطرح بکنیم. من بارها بارها خارج کشور به پول گیر کردم من خیلی شاید پول بالا سخت بود و بارها بارها کار کردم و حتی ایرانم پول فرستادم. ما میتونیم مخصوصا ما ایرانیایی که باهوش هستیم و ولی تو کشور خودمون از هوش میسازیم کار نمیکنیم تنبلیم اما در خارج کشور مجبور به کار میشیم. به جرئت بهتون میگم 97-98% ما ایرانی ها خارج کشور خوب کار میکنیم. یه دو درصد که دیگه اصلا ذاتا تنبل با ما در ذات اصلا بحث غلط است میرن به کار خلاف که سر آخر آقا بچه مشخص چی هست. پس در هر جای دنیا هستید مراک مدرک تحصیلی نیست مدرک نمیدونم سن سال نیست هیچ کم نیست توانایی شما در کار هست. در همین ترکیه 100 کیلو مدرک رو 1 لیر نمیخرند اما اگه کار بلد باشی بعد از چند سال شریکت میکنند. اینجا گذاشتن دیگه نمیخوام بگم فقط میخوام بگم که تو رو میارن دومان همین هستن صداقت تو رو میخوان پاکی تو رو میخوان درستی تو رو میخوان اینا سرمایه است توانمندی تو رو میخوان تلاش تو رو میخوان دلسوزی برای اون کار از تو میخوان اینا سرمایه است اینا شراکته. خب از این فاز کلا میام بیرون آخر این بحثم صحبتی رو میخوام بکنم روز مثلا روز من رو بعد بتون میخوام یک مسئله دیگه رو میکنم. خب خدمت شما عرض کنم که دبیر کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در میگوید بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج 120 میلیون تومانی منابع لازم را در اختیار ندارند. چه بهتر نداره و اینو با یک فاجعه دیگه در کشور اتفاق میافتاد دوباره باز یک سری مسائل دیگه و باز تورم بالا در بالا و بدبخت کردن مردم. ما میدونم پول ندارم بده بچه‌م نمیدم میخوام بده به 4 تا خصوصی خودشون میدن اما این تورم زاست و مشکل زاست و الی آخر. محمدرضا جمشیدی به خبرگزاری ایسنا گفته بود گفته است افزایش وام ازدواج به 120 میلیون تومان گرچه ناچیز است اما چون برای پرداخت مبالغ کمتر منابع وجود نداشت و برای پرداخت این افزایش مبلغ نیز منابع پیش بینی نشده صرفا توقع ایجاد میکند که پاسخ برای آن وجود ندارد. این اظهار نظر در شرایطی مطرح میشود که 2 روز پیش سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس ایران اعلام کرد که بانک مرکزی مکلف است از منابع قرض‌الحسنه برای پرداخت وام ازدواج متقاضیان استفاده کند. حرف مفتی از یعقوب همیشه داره میزنه. این دوستان یک مطلبی است که دوباره باز پرکانس داره شروع میشه. حتی قبلا هم بوده باز جدی شروع میشه و قرص بی اشتهایی درست کردن در انگلستان و دارن میفروشن شدید. بزرگسالان بریتانیا که دچار چاقی هستن به زودی میتونن یک تزریق هفتگی داشته باشن دریافت کنند که با آنها برای کاهش وزن کمک میکنند. خوب دقت کنید. این درمان که از طریق تزریق داروی به نام سماگولتوید صورت میگیرد به افراد احساس سیری میدهد بیشتر میدهد و به این ترتیب آنها کمتر گرسنه میشن کمتر غذا میخورند. یه فاجعه است در دنیا. به چه علت؟ چون ما به دو صورت وزن کم میکنیم. دو چیز در بدن اضافه داریم. یکی ماهیچه داریم یکی چربی داریم. چربی بدن انسان بر اثر نخوردن کم نمیشه. ماهیچه دست میدیم. از ماهیچه های عضلات بگیریم تا ماهیچه قلب دست میدیم. کم خوردن گوشت از دست میدیم. ماهیچه دست نه چربی. در نتیجه این بعد از مدتی عوارضی خواهد داشت که اون سرش ناپیدا. حالا چی شده میخواه این دارو رو بفروشن چی کار دارو میکنه نمیدونم. ولی من قبلا گفتم راجع به لاغری که کلیپشو بزنید پیدا کنید که خیلی راست این راه ممکن در دنیا به لاغری گفتم چیکار بکنید که خودم رعایت نمی کنم ولی برای شما دارم میگم اگه دوست داشتین رعایت کنید.
این درمان که این دارو در جریان آزمایش های بالینی در کنار رژیم غذایی سالم و تحرک کافی به افراد دچار چاقی کمک کنید تا 1 دهم وزن خود را به طور مثلا 13 کیلوگرم کم کنند. با تحرک هم در کنارش میگه که اصل قسم هم تحرک است. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، خیلی زورم یاد اخته اسمی میاد و این عنوان ها رو بهش میچسبنن. این لیاقتش یک در باز کردن در بستن حسن، چون قبلا هم گفتم اینا. در ارتباط با مذاکرات احیای توافق هستی میان ایران و غرب گفته صداهایی از هیئت حاکمه آمریکا شنیده می شود، نشان می دهد که انسجام لازم در این کشور به اتخاذ تصمیمات سیاسی در مسیر پیشبرد مذاکرات وین وجود ندارد. این هم خواسته چیزی گفت که حرف از مادر عروس بشه، می حرفی زده باشه. تجمع کارگران کاغذ پارس مقابل فرمانده شوش با شعار کارگر می میرد ذلت نمی پذیرد. ادامه اعتراض رانندگان کامی در اتاوا پایتخت کانادا. کانادایی‌ها میگن امنیت اقتصاد کشورشان در خطر است. شک هم داره اصلا نیست، باید هم باشه، چون دیگه شما خیلی بیراه رفتید و خیلی کار عجیب غریب کردید. پلیس کانادا امیدوار است که با اعمال تدابیر سختگیرانه نظیر بالا بردن جریمه نقدی، محرومیت دسترسی به سوخت و اعلام جرایم جدیدتر به تجمع رانندگان کامیون پایان دهد. همچین کاری به اینجا نرسید و نخواهد رسید. کرونا در ایران سه برابر شدن آمار بستگی درخواست برای تعطیلی کامل شهر قرمز است. ببین دوستان، من راجع به مسئله با صحبت کنم، هرچند که خورده احتیاط بود بکنم که نبندن کانال اینها رو، ولی خواهم گفت که متاسفانه باید بیایم اون چیزهایی که برای ما رو مسئولیت ایجاد می‌کنه برامون انجام بدیم، وگرنه به جرئت بهتون میگم انواع و اقسام مریضی‌ها وقتی سیستم دفاعی بدن ضعیف شد یا خسته شد یا از کار افتاد وارد بدن شد دیگه کار خودشو میکنه. از سوزاک و سفلیس بگیرید تا الی آخر. باز من راجع مثلا صحبت خواهم کرد، فقط متاسفم از آقاس خواهی بکنم یکی باز سربسته صحبت کنم. آمریکا کمک های نظامی به امارات رو در پی حمله حوثی ها افزایش میدهد. بله، باید بیاد ریمورد کنتکون باز کنه، دوباره خود نفت گرون بشه، فلان کنه، بیسار کنه، باید بیاد خوش کاسبی کنه. کاسبه دیگه، همینه، کاسب گدا صفت، کاسب دزدی، کاسب جیب دیگران زدن. اما هیچ جا نمیرسید، نه که شما پدر جت رو نمیرسه. یک روز پس از سخنرانی آیت الله خامنه‌ای و دستور به انجام تبلیغات رسانه‌ای درباره کارنامه بزرگ و حماسه ساز جمهوری اسلامی، ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که زمان و مکان مشخص نیست، اما چند کودک دانش آموز عکس خامنه‌ای و خامنه‌ای سنگ پرتاب می‌کنند. برای پرهیز از تبعات امنیتی برای این کودکان ویدئو را منتشر نکردیم. البته زیاد شده. حالا خامنه‌ای می‌خواد بیا چیکار کنه؟ چه اون دوربره میگه آقا فراکت باور شده. به زودی اتفاقاتی میفته که بهت میگم. یعنی هزار بار تک تک شماهایی که الان هستید مشغولید، هزاران بار در روز خدای کاش به دنیا نمی اومدیم ما. کاش دمین دهن باز کنیم بریم پایین، میرسی به زودی زود داریم میرسیم. همین دیگه، همین. پیشبینی آماری آماری بازوی پژوهش مجلس از اقتصاد 1401. آرزو رو به گور میبرید. تورم 20 تا 35 درصدی که اینا حرف مفتیه، بیش از این حرفاست و دیگه الی آخر. خدمت شما هستم که پزشکیان جامعه در حال انفجار است، برجام را همین طور که هست بپذیرید. و اونا نمیپذیرن، بیراحتی نیست، باید برجام باش بازی کنن فعلا. مسعود پزشکیان نماینده تبریز آذرشهر اسکو در مجلس اعظم گفته است که 43 سال پس از انقلاب اسلامی کشور در زمینه آب، راه، کار و روستا مشکل دارد. علت مشکلات این است که هیچ طرح و نقشه روشنی از روز اول وجود نداشته است. به گفته او اگر راه درست می‌رفتیم بعد از 40 سال مشکلات حل می‌کردیم. پزشکیان وضعیت اقتصادی کشور را خطرناک خوانده و از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است که در پذیرش برجام لحظه‌ای درنگ نکنند. نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی گفته است جامعه در حال انفجار است و این قابل انکار نیست و نمیتونه مملکت رو با شعار اداره کرد. عبور مبتلان به کرونا 19 کرونا در جهان از مرز 400 میلیون تن گذشت. جایگاه 12 ایران در ابتلا و 11 در مرگ. عبور مبتلان به کووید 19 در جهان از مرز 400 میلیون تن گذشت. حالا این 400 میلیون یادتون باشه که بعد من صحبت کنم که تبعات این چی بوده که 4-5 میلیارد نفر گرفتار کرده
و چه اثرات و چه تبعاتی گذاشته. 15 دقیقه شد متاسفانه. بعد من یک سری سوال زیاد توی چندین سال داشتم، قبلش هم داشتم که آقای محمدی، مثلا آقاش من میگم محمدی، به نظر تو دین چی جوری که تو انتقاد بکنی از دین، از یکی ببینی که چشم نوشتم ولی دیگه امروز نمیرسم، ولی حتما در اولین کلیپ صحبت خواهم کرد که دین یعنی چی و با چه رفتاری کرد که یک آدم بگیم دیندار هست. ایام بکام، روزگارتون خوش.